به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، سلام و صد سلام به شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. مریم محمدی هستم با یک دیگری از درس‌های فیزیک صنف 10 در خدمت شما. عنوانی را که امروز می‌خوانیم بسیار یک عنوان مقبول است، به نام چشم انسان و دیگه عیوب چشم می‌خوانیم، دوربینی و نزدیک بینی را. ما در همین فصل در مورد عدسیه ها معلومات حاصل کردیم، در مورد کاربرد عدسیه ها، عدسیه مقعر محدب و تشکیل تصویر در عدسیه های مقعر محدب که امروز باز به کار ما میایه، که گفته بودیم کاربرد عدسیه ها بر عینک ها استفاده میشد. خب امروز میبینیم که اول در مورد چشم معلومات به دست میاریم، باز بعد از او در مورد عیوب چشم بر شما میگیم. چشم انسان چه شکل است؟ ببینید، یک کره است که قطرش حدود 18 الی 20 میلی متر است، مانند یک عدسیه محدب و طرفین عمل میکنند. اینجا تصویر یک چشم آورده، ببینی شکل کروی داره و عدسیهشون باز این قسمتش است که شکل چیره داره، عدسیه محدب و طرفین داره. شما عدسیه محدب و طرفین دیده بودین که قسمت وسطش زخیمتر از دو طرف بالا و پایینش است. نه؟ خب این موضوعات مهم در چشم انسان چی است که ما و شما بخوانیم؟ تصویر شکل در چشم انسان به صورت حقیقی تشکیل میشن و چشم انسان دارای محیط های شفافی است به نام های سلبیه، قرنیه، زلالیه، مردمک چشم و انبیه عدسیه. این ششتا بخش چی است؟ بسیار شفاف چشم است که این در تصویر قبلی دیدیم که چقدر شفاف معلوم میشه، سطح شفاف است. و اینا هر کدامش هم میریم دانه دانه روی عکس نشان میتیم و بر شما معرفی میکنیم. سلبیه کدام قسمت چشم ما را میگه؟ سلبیه اینمی ساحه یا غشای خارجی چشم میگه که کمکی زخیمتر است به خاطر حفاظت از گرد و خاک، حفاظت از نور شدیدی که میتابه به چشمتان، و یا ای که در داخل آب وقتی آب بازی میکنین حفاظت از آب. اینمی سلبیه یک کم زخیمتر است برای حفاظت چشم ماست. بعد از او قرنیه در پیش روی سلبیه موقع داره. اینی خطاش میبینی؟ اینی خط در پیش روی سلبیه قرار داره، قرنیه، که اولین انکسار نور که صورت میگیره در اینمی قرنیه است. خب میفهمین که نور اگه از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگه شود چی میشه؟ انکسار میکنه. این محیط شفاف هوا و وارد محیط شفاف چشم شما که میشه، یک اولین انکسار در قرنیه رخ میده که نکته مهم است. باز در پیش روی قرنیه چی است؟ یک مایعی است که به نام زلالیه یاد میشه، یک نوع مایع است که دومین انکسار در اون قسمت رخ میده. با ذریب انکسار شوال برتان نوشتام میکنیم که ذریب انکسار قرنیه چقدر از ذریب انکسار زلالیه چیست. دیگه چی داشتیم؟ مردمک چشم. مردمک اینی ساحه را میگه، یک ساحه بسیار کوچک است. شما شاید با مردمک چشمتون دیدیم بسیار کوچک و سیاه است. اینی قسمت است مردمک چشم است که بسیار ساحه‌ای است که حساس است و ما نباید مثلا چیزای نوکتیز یا با دستمال یا با دستان که میمالین، اگر چشمتان مثلا حس خارش میکنین، زیاد این قسمت را نمالین که آسیب رسان میشه. ساحه بسیار حساس چشم است. باز بعد از مردمک یک عدسیه قرار داره. شما عدسیه ها را دیدین که شکلش آشناستنی رو میبینین. این کدام نوع عدسیه است؟ آفرین، عدسیه محدب و طرفین است. ما در چشم ما عدسیه محدب و طرفین داریم. اینجا نوشتک لنز. در بعضی جای به عدسیه لنز هم میگه و عدسیه هم میگه، اردوش درست است. این عدسیه محدب و طرفین داریم که در اینجا هم تصویر انکسار میکنه، نه خواهی از یک محیط وارد دیگه محیط شده میره، که با ذریب انکسار عدسیه محدب و طرفین چشم بر شما نوشته میکنه. حالا شما با اجزای داخلی چشم آشنا شدین. نوری که وارد میشه که سبب رویت اجسام میشه، نه یعنی که ما اینجا تصویر دیده میتونیم با موجودیت نور، باز تصویر دقیقا میان روی شبکیه چشم، روی اینی خط تشکیل میشه. این میشه چشم سالم. و بعد از او اینجا سرچپه تشکیل میشه تصویر و به صورت حقیقی تشکیل میشه. حقیقی که بود حتما سرچپه است، ولی ما چرا اجسام روبروی ما رو سر راسته میبینیم؟ این عصب بینایی، توسط عصب بینایی باز چی میشه؟ ما تصاویری که اینجا تشکیل میشه به صورت سرچپه، ما با عصب بینایی او را سر راسته مشاهده میکنیم. بیم امی قسمت نکات مهمی را که من گفتم که اینجا انکسار میکنه، ذریب انکسار شما بر شما روی تخته نوشته کنم. خب
یکی خود سلبیه بود، نه نکات مهمش که گفتیم سلبیه، غشای خارجی چشمه میگه. غشای خارجی چشم که کمکی هم زخیم تر است، برای محافظت از چشم است. و شماره دو، قرنیه. خب قرنیه گفتیم در پیش روی چی قرار داره؟ سلبیه قرار داره و چی میشه؟ اولین انکسار در اینجا رخ میده، اولین انکسار نور. و ضریب انکسار قرنیه هم 1.376 است و شما میفهمید که ضریب انکسار واحد نداره. خب اینجا من نشته کنم سلبیه، اینجا نشته کنم شماره یک سلبیه، شماره دوم قرنیه، شماره سوم خب انبیه رو بگیریم. انبیه چی است؟ شما بعضی اشخاص دیدین که مثلا چشمش سبز است، چشمش آبی است، چشمش سیاه است، نه؟ اونمو حسه رنگی چشمه میگه که رنگ چشمه تعیین میکنه، نه؟ نوشته میکنم که قسمت رنگی چشم، او هم یک محیط چی است؟ شفاف است. خب در مورد چهارمیش که زلالیه میگیم، زلالیه یک مایع است، مایع شفاف است. خب این مایع شفاف هم یک ذریب انکسار داره که 1.337 است، تقریبا اندازه چی از ذریب انکسار قرنی است. و مخاطر اینجا ما دو تا انکسار حساب نمی کنیم، چون هر دوش ذریب انکسارش یک چیز است، باز یک انکسار حساب می کنیم در حل. و شما ببینید که چون یک مایع است، ببین اندازه ذریب انکسار آب شفاف داره. ما گفتیم از آب همیشه چند در نظر میگرفتیم؟ 1.33. پس از زلالیه 1.337 است. دیگه مردمک چشم بود، مردمک چشم، مردمک چشم گفتیم حسه حساس چشم است که تصویرش تشکیل میشه. و دیگه عدسیه که در عقب در پشت سر مردم قرار داشت که عدسیه چشم است، که چشم ما داره کدام نوع عدسیه بود؟ عدسیه محدب و طرفین. خب عدسیه محدب و طرفین چشم ما هم یک ذریب انکسار داره. چقدر از ذریب انکسارش؟ 1.437. کمک زیادتر از ذریب انکسار قرنیه و زلالی است، 1.437 است. خب مشخصات ما نوشته کردیم و ذریب انکسارش هم در مقابلش برتان نوشته کردیم. حالا ببینین یک چیز دیگه است، فاصله دور و نزدیک، درست است؟ و دیگه فاصله حداقل رویت و فاصله حد اکثر رویت. ببینید فاصله دور نزدیک چیست؟ یک چیز رو بر شما میگم، شما در شب یک بار شاید با این مواجه شده باشین، یا اگر نشدین بین امروز که رفتین امشب وقتی هوا تاریک شد شما ببینید در روشنی اندازه مردمک چشمتان رو ببینید در آینه، باز شب که تاریک شد گروپا را که روشن کنید اندازه مردمک چشمتان رو ببینید. مردمک چشم خود از طرف شب کمی بزرگتر حس میکنید. چرا؟ چون تاریک شده سر عدسی چشم فشار میآید و یک کمی بزرگتر نشان میده. و ما اگه بخوایم ببینیمش باز یا که بعضی اجسام که خیلی کوچک است یک کمی سرچشم خود فشار میاریم تا بوره صحیح تر ببینیم، یا خطایی که خیلی خرد خرد نوشته میشنه سرچشم ما فشار میاریم، باز اونمو عدسیه قابلیت تغییر داره. اگر جسم دور باشه عدسیه کشیده میشه، کمکی بلندتر میشه عدسیه چشم ما. عدسیه چشم ما که بلند شد برای اجسامی که دور موقعیت داره ببینیم، باز فاصله محراقیش هم چی میشه؟ کمی دور میشه. باز اگر ما بخوایم اجسام نزدیک مشاهده کنیم، باز چی میشه؟ عدسیه چشم ما زخیم تر میشه، درست است؟ و فاصله محراقیش خردتر میشه اگر عدسیه زخیم شد. و اینا فاصله حداقل رویت و حد اکثر رویت چیست؟ برای هر چشم فرق میکنه. یعنی حداقل فاصله که خود دیده میتونی اونمو فاصله حداقل رویت است، یعنی تا هر چقدری که خوب راحت میتونی ببینی بدونی که چشمت خرد و کلان کنی سر عدسیه چشم چی شده فشار بیه. و بسیار راحت مثلا کتاب ایجا قرار بده، بیایم ما یک دانه کتاب بگیریم
از اینجا کتاب میگیریم و میبینیم که در کدام فاصله و شما میتونین که ایره عملا هم انجام بتین امرای خود. یک دانه کتاب شما میگیرین در پیش روی خود، ایره دور نزدیک میکنید، در کدام حالت میتونی که بدون اینکه سرچشمت فشار بیایی تو چشمایت خورد کنی یا کلان کنی راحت بخونی. مثلا من اینجا راحت میخوانم، نه چشمی که مشکل نداشته باشه در حالت عادی باشه در حداقل رویتش 25 سانتی است. چی اندازه میشه اگه در متر اندازه کنیم و شما اگه چشمتان مشکل نداره از 25 سانتی هم نزدیک نکنین که باز اذیت میشین. اینی فاصله هست، یا 27 یا 30 دینمی اطراف میشه. خب ما اگه کتاب دینمی فاصله بگیریم، چشمی که صحیح نرمال باشه میتونیم که ببینیم درست است بدون یک سرچشم فشار بیاد. و حداقل رویت چی نمیگه؟ یعنی کدام فاصله را در حالت عادی و نرمال دیده میتونی. مثلا من اینه میجا عادی و نرمال دیده میتونم، این میره اندازه میگیرم و میگم حداقل رویتم اینی فاصله است و حد اکثر رویت میره دور برده میرم که چقدر دیده میتونم. درست است؟ برای چشمای سالم قسمی که گفتم حداقل رویت 25 سانتی است و حد اکثرش چند بگویم؟ خب شاید نظریات مختلفی داده باشین. حد اکثرش لای تنهایی میگیم. درست است؟ خب چرا لایتانای میگیم؟ شما اگه دم رویتان دیوار نباشه یا مثلا کوهی قرار نداشته باشه چی میشه؟ شما هر چقدر که بخواین میتونید ببینید، یا ببین ابرا چقدر از شما دور است، آسمان چقدر بالاست، ولی شما دیده میتونید. از همون خاطر ما میگیم حد اکثر رویت لایتانای در نظر میگیریم برای چشمای سالم. حالا اگه چشم ما یک عیب پیدا کنه، یعنی چشم ما میگیم ضعیف شده، عیوب چشم به چند نوست؟ به دو نوست. چشم دوربین داریم و چشم نزدیک بین داریم. چشم دوربین چی است و نزدیک بین چی است و ای که عیبش است، پس ما چطور میتونیم اصلاحش کنیم؟ بیاییم بریم ببینیم. چشم نزدیک بین، تصویر گفتم باید کجا تشکیل شود؟ آفرین، روی شبکه چشم، این قسمت. چشم نزدیک بین چی است؟ از شبکه که نزدیک تصویر تشکیل میشه، روی شبکه نمیه. یعنی چشم نزدیک بین اشیایی که نزدیک است خوب دیده میتونه و اشیایی که دور است صحیح دیدن نمیتونه. اینو میگیم چشم نزدیک بین. تصویر اینجا تشکیل میشه، سرچپم تشکیل شده، یعنی حقیقی است، باز توسط سیستم عصب بینایی بازی راسته مشاهده میکنه. اینو خیلی چه رقم اصلاحش میکنیم؟ یک دانه عدسیه چی مقعر و طرفین اگه در پیش روش قرار بدیم اصلاح میشه. یعنی عینک میگیریم، عینک چی؟ اینم یک دو تا عینک آوردیم بر نزدیک بین. عینک اینو دست میزنیم، حس میکنی که مقعر و طرفین است، برای چشمای نزدیک بین استفاده میشه تا تصویری که نزدیک روبروی شبکیه تشکیل شده او رو ببره راستن سر شبکه تشکیل بده و ما درست دیده بتانیم. حالا چشم دوربینش چه قسم است؟ چشم دوربین که است اشیای دور خوب میبینه، ولی اشیایی که نزدیکش درست نمیبینه. این زیادتر اتفاق برای بزرگ سالان میفته. بزرگ سالان شاید زیاد متوجه شده باشین، من خواهم تو با این حادثه متوجه شدیم که میگن من چیزای دور خوب سعی دیدم میتونم، یا بنرهایی که در سرک از دور است از نزدیکش میگه خوب سعی خوانده میتونم، ولی کتابی را که اینجا میگیرم میگه من خوانده نمیتونم تا عینک من نزنم. چرا؟ چرا که دوربینش خوب است، نزدیک بینش خراب است. این برای بزرگسالان اتفاق میفته و چشم نزدیک بین اکثرا برای جوانا اتفاق میفته که جوانا اشیای چی است؟ تا اینکه نزدیک خود بگیره صحیح خوانده میتونه و اگه دور باشه نمیتونه، یا اینکه خیره میبینهشن. خیلی چی میشه در چشم دوربین؟ باید تصویری که روی شبکیه تشکیل شود، روی شبکیه تشکیل نمیشه، میره پشت سر شبکیه تشکیل میشه. درست است؟ پس توسط یکی از عینک ها که عینک محدب است روبروش میزنیم و تصویر چی میکنه؟ میره روی بروی شبکیه. توسط چی؟ عینک محدب. مثلا اینی عینک محدب است که دست میزنی حس میکنی که عینک محدب است. برای چی استفاده میشه؟ برای چشم های دوربین. درست است که ضعیف بودن چشمش از لحاظ دوربینش است. خب این حاله در این تصویری که میبینید هر دویشه بر شما مقایسه بین نشان دادیم. اینه در این تصویر ببینید چشمش نزدیک بین بودنه، نزدیک باید اینی خط روی شبکیه تشکیل شد، نمیشه میه نزدیک تشکیل میشه. از عدسی یک عبور کرد، اینی شای سامت تصویر سرچپه حقیقی کوچک از جسم اینجا تشکیل شد و توسط یک عدسیه چی یا همون لنز میگیم یا عینک میگیم مقعر طرفین ما تصویر ما دقیق روی شبکیه تشکیل شد و اصلاح شد. و اینی تصویر میبینید چشم اینی تصویر شای است، آمد ایواز که روی شبکیه تشکیل شد، پشت سر شبکیه تشکیل شد. با
پشت سرش تشکیل شد و توسط عدسی مهدب اینو میگیریم اصلاحش میکنیم، یا یک عینکی که مهدب و طرفین باشه و تصویر میآید روی شبکیه تشکیل میشه و سبب اصلاح میشه. و بعضی از عینک هم عدسی یک سمتش مهدب است یک سمتش مقعر، نظر به مشکلات مشکلات چشمتان دکتر باز چی میکنه، اینکه کدام عدسیه و کدام عینک توصیه میکنه بزرگ میگیرین. خب شاگردای خوب، میبینین که درس ما در این قسمت به پایان رسید. بیایم ما مرور کنیم که امروز ما چی را خواندیم. در مورد چشم که یک قسمت مهمی از اعضای وجود ما بود معلومات حاصل کردیم و گفتیم چشم چی هست و 6 تا از قسمت شفاف چشم خواندیم، در موردش معلومات حاصل کردیم و انکساری که در چشم ها رخ داده می شد، ضریب انکسار چشم ما چی کردیم؟ خواندیم. بعد از او آمدیم چی را می خوانیم؟ در مورد تطبیق بودن چشم گفتیم، یعنی چشم ما اشیا را وقتی که حساس می شد مقابلش اینو می بینه، وقتی دیدنت از چشمت خرد می شه، سر عدسیه فشار می آینه، گفتم این فعالیت بر شما می مانم، میرین روبروی آینه استاد می شین، یک بار مردمه که چشمتان از طرف روز مشاهده می کنین و یک بار از طرف شب. بعضی وقتا که شب زیاد بیدار هستین، درس می خوانین 10-11 بجه شب که درس خواندین، باز برین یک بار مردمه که چشمتان ببینین، ببینین مردمه که چشمت کلان شده. چرا؟ سر عدسی چشمت فشار آمده، از یک طرف شب است، تاریک است، از یک طرف کتاب مطالعه کردی، خط خرد است و بعد از او یک تغییر به قطر عدسی وارد میشه، یا میگیم در فاصله محراقی عدسی تغییر آمد. و در مورد عیوب چشم معلومات حاصل کردین، عیوب دوربین فهمیدین و گفتیم برای اصلاحش از کدام عدسی استفاده میکنیم؟ مهدب و طرفین. و برای نزدیک بین از کدام عدسی استفاده میکردیم؟ آفرین، مقعر و طرفین استفاده میکردیم. خب امیدوارستم درس امروز به خوبی فهمیده باشین. تا درس بعدی، الله یار و نگهدارتان.